آمین که امروز هم کلام مقتدر خدا از قلب خدا جاری بشه. آمین. و بر قلب شنوندگان نیکو، قلب هایی که آماده است مثل زمین های نیکو، در این قلب عزیزان جلال، عزت و تمجید بیابه. آمین. با هم آیاتی از انجیل متی باب 15 از آیه 21 تا 28 با هم قرائت میکنیم. روزی زنی کنعانی از اهالی آنجا نزدش آمد و فریاد کنان گفت: سرور من، ای پسر داوود، بر من رحم کن، دخترم دیو زده شده و سخت رنج میکشد. اما عیسی هیچ پاسخ نداد تا اینکه شاگردانش پیش آمده و از او خواهش کردند و گفتند: او را مرخص فرما، زیرا فریاد زنان از پی ما میآید. در پاسخ گفت: من تنها برای گوسفندان گمگشته بنی اسرائیل فرستاده شدم. اما آن زن آمد. این اماها قدرتمندترین واژه های اتصال عزیزان. من تو این هفت آیه بعد از هر ویلگور یه اما گذاشتم که این متن رو خیلی عمیق‌تر بفهمم. اما آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت: خداوندا، مرا یاری کن. او در جواب گفت: نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیست. ولی زن گفت: اما زن گفت: بله سرورم، اما سگان نیز از خورده هایی که از سفره صاحبانشان می افتد می خورند. آنگاه عیسی گفت: ای زن، ایمان تو عظیم است، خواهش تو برآورده شود. و در همان دم دختر او شفا یافت. در این داستان، در این مثل یه نمایشی درامگونه است عزیزان، که چند صحنه مهیج رو با هم میبینیم که در این صحنه ها میتونه، اگه با گوشهای جانمون همطور که برادرم گفت بشنویم، میتونه افق دیدمون رو وسیع کنه نسبت به یک ایمانی خدشه‌ناپذیر عزیزان. برای اینکه در این زمانهای آخر، در این زمانهای حساس که از هر طرف بادهای مخالف، آتشهای گوناگون بر زندگیهای ما میاد، بر کلیسای ما میاد، ما نیاز داریم به چنین ایمانی. آنچه که بر دنیا غلبه میابه، بر تمامی این مصائب دنیا غلبه میابه، ایمان ماست عزیزان. اینجا زنی رو میبینیم از اهالی سوریه که در اون زمان به کسانی که ساکن این منطقه بودن میگفتن کنعانی، نزد عیسی میاد. تنها عزیزان، ضرورت اومدنش نزد عیسی چی بود؟ شفای دخترش. احتمالاً در سرزمین خودش شنیده بود در این حوالی شخصی اومده که ناله ها و التماس های عزیزانی که غم زده ام و در مشقت ام میشنوه. احتمالاً شنیده بود عیسی اومده که فوراً بیماران رو شفا میده. عیسی اومده، پسر داوود اومده که نه تنها نجات دهنده است، بلکه او شبان نیکوست که گوسفندان کوچک رو در بازوان خودش حمل میکنه. احتمالاً برخلاف اینم شنیده بود از قوم خودش: ای زن، خانه و کاشانه خود تو رها نکن. این مردی که اومده در این حوالی مسیح، عیسی یهوده، محض شده یهوده، با تو که یه زن بیگانه هستی، از سرزمین کنعان هیچ کاری نداره. ولی این زن با ایمانی راسخ به سوی عیسی اومد و همین که نزدیک شد فریاد کنان نزد او بانگ برآورد: خداوندا، پسر داوودا، به من رحم کن، زیرا دختر من سخت دیوانه است. اما عزیزان، اما عیسی هیچ جوابی نداد،
یک تضاد خیلی غم‌انگیز در همین صحنه اول می‌بینیم. زنی گریان و عیسی خاموش و پر از سکوت. آیا تا حالا سکوت خدا رو تجربه کردین عزیزان؟ اگه به عیسی مسیح خداوند ایمان آورده باشین، دو تا چیز رو در سفر ایمانتون 100% تجربه خواهید کرد. یک، حضور خدا، رابطه با خدا، یک رابطه من و تویی. زمانهایی که انگار عیسی مسیح خداوند حقیقی ترین شخص توی جهان برای تو، انگار صدای نفسشو میشنوی، انگار صدای تپش قلبشو میشنوی. و دومی چیزی که هر ایماندار واقعی تجربه میکنه که بی نهایت دردناکه، سکوت خدا. که میتونم به جرأت بگم برای افرادی که تجربه شخصی با عیسی مسیح داشتن، سکوت او مثل یک داروی تلخیه که در زمانهای درد و مشقت، در زمانهایی که تجربه های گوناگون تو زندگی اون شخص میاد، تنها ماده تلخیه که این شخص باید تا آخر سر بکشه. یکی ایمانداری که با عیسی مسیح تجربه شخصی داشته، هرگز سکوت خدا براش عادت نمیشه، بلکه درد جهنم رو به همراه میاره. مخصوصا عزیزان، وقتی خدا مصممه که در مسیر خالص سازی، در روند پالایش نفس، این ایماندار رو با آوردن مشکلات در زندگیش بیازمایه، مثل زن کنعانی فریاد نزد خدا میبره، ناله میکنه، دعا میکنه، فقط میبینه آسمون بسته است. یه سکوتی رنجاور همه جا رو در بر گرفته، یه سکوتی که بیشتر میتونم بگم پر از هیاهوی دردناکه. اما عزیزان، چرا خدا فرزندان محبوبشو، فرزندانی که به قیمت گرانی خریده شدن، با چنین مسائلی مثل سکوت دردناک تجربه میکنه؟ چرا اجازه میده فرزندانش چنین سکوتهایی رو حس کنن در طول زندگی ایمانشون؟ ما همه دلایل رو نمیدونیم به خاطر محدودیت انسانیمون، اما یک دلیل بارزه که سر تا سر کتاب مقدس سایه افکنده، که خیلی زیبا پتروس، اول پتروس باب 1:7 به اون اشاره کرده. هرچند اکنون بنا به ضرورت در آزمایش‌های گوناگون و متفاوت اندک غمگین میشین، درد میکشین، اما برای اینه تا اصالت ایمان شما که از طلای فانی گرانبهاتره با آتش آزموده بشه، تا به هنگام ظهور عیسی مسیح خداوند این ایمان برای اکرام، جلال و تمجید خدا به کار برده بشه. برای اینه که وقتی عیسی مسیح خداوند به جهان خودش بازگشت میکنه، که او بردره، اومدنش از عزیزان نزدیکه که ایمانی روی این زمین ببینه، ایمانی خدشه‌ناپذیر مثل زن کنعانی. اسم این موعظه رو گذاشتم آزموده شده در آتش. و اینجا یاد مثال خیلی زیبای آزاده عزیزم افتادم که در جلسه خواهران راجب سنگ محک صحبت کرد، گفت طلا رو برای این که ببینن عیارش چقدر خالص قلابیه، روی سنگ محک میکشن و با یه اسید اونو مورد آزمایش قرار میدن. وقتی نگاه کردم، البته خودم خیلی از نزدیک تو خیابون جمهوری که میرفتم طلا میفروختم، خیلی از نزدیک اینو دیدم. سنگ محک چی عزیزان؟ یه سنگ سیاه و خیلی صافه و عجیب مقاومه در برابر اسیدهای خیلی قوی.
و طلاساز یا طلا فروش برای اینکه محک بزنه طلایی که به سویش برده شده، یه مقداری روی سنگ محک میزنه و از این اسید که اسید نیتریکه ولی ایرانیا میگن تیزاب سلطانی، روی این طلا میذاره. و اگه این طلا خالص باشه، همونطور درخشان و مقاوم بیرون میاد. ولی اگه یه پلاستیک بی ارزش باشه، یه فلز بی ارزش باشه، نه فقط رنگش رو از بین میبره، رنگ میبازه، بلکه روی سنگ محک محو و نابود میشه. عزیزان چی میخواد کلام خدا بگه؟ اگه ایمان ما ریشه در کلام خدا داشته باشه، اگه ایمان ما ریشه در اون تجربه های تنگاتنگ در اون خلوتگاه با عیسی مسیح خداوند داشته باشه، وقتی اسیدهای سکوت روی اون ریخته میشه، وقتی تأدیب‌های پدرانه بر ما قرار میگیره، ولی وقتی تجربه های گوناگون از هر سو به سوی ما میاد، نه فقط مثل یک طلای صیقل خورده ثابت قدمتر، استوارتر، پایدارتر میمونه، بلکه یک شناختی عمیق‌تر از قدوسیت، عظمت و محبت خدا به دست میاره. و مثل ایوب با سری برافراشته میگه زیرا طریقی که راه میروم او میداند، چون مرا میازماید مثل طلای خالص بیرون میایم. دوباره به صحنه برمیگردیم. نکته قابل توجهی که در این داستانه، از زن فقط و فقط به خاطر دخترش اومده بود اونجا، به خاطر شفای دخترش، ولی عیسی انگوش روی او گذاشته بود، داشت روی او کار میکرد. خیلی زمانها فکر میکنم یکی از دلایلی که خدا به ما فرزندان میده چون میخواد روی ما کار کنه. شاید الان من و تو یا خیلی ها که اینجا هستن مشکلات خیلی حادی با فرزندانشون نداشته باشن، مثل زن کنعانی، ولی کجا هستن والدینی که بگن در تعلیم و تربیت فرزندانشون شکست نخوردن و کارشون کاملا درست بوده؟ ادعای این موضوع برای کسانی که هیچ فرزندی ندارن یا بچه هاشون کوچیک هنوز سر از تخت در نیاوردن خیلی میتونه راحت باشه. و عیسی داشت روی زن کار میکرد. عزیزان اینجا به طور خاصی نمیدونم چجوری من عیسی رو نه نجات دهنده، نه نمیدونم شبان نیکو، بلکه مثل یک دندون پزشک اونو دیدم. تا حالا شده به این دندون پزشکی؟ یه موقع آدم خیلی میترسه، نیست؟ من یه موقع خیلی هول میکنم، چون اصلا وقتی میری دندون پزشکی قبلش یه دردی داره ها، یه کوچیک. مثلا میگه الان میری دندون پزشکی داروی میذاره، یه مسکنی میده، خوب میشه دیگه، ولت میکنه، نیست؟ یا فوقش یه روکشی بذاره، نیم ساعت یه ساعت وقت تو بگیره. اینگاه این دندون پزشکا متخصصن دردهای نهفته رو با اون سیخونکاشون بیرون بیارن، نیست؟ فقط یه جا درد نمی کنه، 7-8 تا دندونت مشکل داره. و شروع میکنه با انبرک و این نمیدونم این مکشایی که میذاره تو دندون، دهنت کج و کله، درل برقی، اون آمپورایی که سوزنش دو برابره، شروع میکنه به کار کردن روی دندونت. نه بابا، باید عصب کشی بشه، اصلا عفونت کرده، 4 تا دندونت هم فرو گرفته، رود کانال میخواد، 3-4 بار باید بیای. بعضی موقعا میگه اصلا باید جراحی بشه. رفتی که اونجا یه مسکن بزنه، نیست؟ گیر افتادی. میای پیش عیسی، ایمان میاری، فکر میکنی همینه، یه علاجیه، نیست؟ یه کارت رو میفته، یکم آرامش میگیری، یه شفایی، یه برکتی از آن. اما اگه از آن عیسی باشی،
اگه اسم در دفتر حیات نوشته باشه، عیسی مصممانه و قاطعانه به مسائل تو به طور ریشه‌ای میپردازه، کار میکنه روش. و در این صحنه ها میبینیم عزیزان، در این صحنه ها این طبیب حاذق رو میبینیم که چطور با انواع و اقسام مته ها و داروهای تلخ داره این زن رو به طور ریشه‌ای از چیزی که اصلا خودش اطلاع نداره شفای قطعی میده. در صحنه بعدی در این روند خالص‌سازی از داروی تلخ طرد شدگی، آتش سوزنده طرد شدگی نیست؟ ما خیلی هم میایم کلیسا شفا بیابیم، یه 10 تا روان درمانی میشیم، ولی عیسی از داروی تلخ سوزنده طرد شدگی استفاده میکنه. میگه که آیه 23، شاگردان پیش آمده دیدن زن گریه و زاری میکنه، خواهش کردن به عیسی مسیح او رو مرخص فرما، زیرا فریاد زنان در عقب ما شورش میکنه، سر صدا میکنه. حوصله‌مون رو سر برد، مزاحم ماست، با این نقنقش، با این موی گردنش میره تو مخمون. مثلا اون زن مثل یک کودک مسکین در پی یه مقدار فیض بود، در پی یه مقدار رحمت بود، ولی عیسی اجازه میده شاگرداش با او انقدر خودخواهانه و با عدم درک روبرو بشه. چرا عیسی اجازه داد عزیزان؟ چرا؟ او که پادشاه و سلطان محبته، او شبان نیکوست، چرا اجازه داد؟ چون عیسی میخواست او را تمام وابستگی‌های انسانی، وابستگی به خادمین، وابستگی به هر چی که آویزونش میشه آزاد کنه. وقتی با دید انسانی به این مسئله نگاه میکنیم، به این صحنه پرتلاطم نگاه میکنیم، فکر میکنیم خیلی بهتر بود که عیسی مسیح اگه شاگرداش رو طرد کردن، اقلا عیسی او رو پشتش قایم میکرد، یکم تسلی و نوازش میداد، میگو زن الان یکم این نفس تحلیل رفت، الان من تسلی میدم، اونا شبان نیستن که قلب شبان رو ندارن، من شبان نیکو هستم، من تو رو تسلی میدم عزیزان. تازه هرچی دلت میخواد به شاگردان بگو، بلکه ایزر حال جا بیاد نیست؟ اصلا فقط اگه به داستانهای اناجیل، عمق این داستانها، رمز و رازی که در ایناست نگاه کنیم، فقط به زانو در میایم و فقط میگیم خداوند حقیقتاً طریقهای تو، فکرهای تو، راههای تو چقدر بلندتر و عظیمتر از ما انسانهای محدوده و چه درسایی میتونیم در خدمت خودمون، در زندگی روحانیمون از این داستانها یاد بگیریم. و عیسی مسیح نه فقط او رو پشت خودش قایم نمی کنه و تسلی نمیده، بلکه تو آیه 24 میگه فرستاده نشدم مگر به جهت گوسفندان گم شده اسرائیل. به بیانی تو نه از گوسفندان هستی نه از خاندان اسرائیل. بازم خودمو هر دفعه که این چیزا رو میخونم، خودمو تو اون داستانها میبینم، با عیسی کلنجار میرم، خودمو جای زن میذارم، خودمو جای عیسی میذارم. اونجا حقیقتا میگفتم اگه من بودم یه همچی چیزی به من گفته بود، به قول کلام کف پامو خاکشو از اون اهالی ده میتکوندم و میرفتم همچین که برم سال قحطی رفت که دیگه پیدام نشه. اما عزیزان فضایی که در این صحنه میبینی یک صحنه پر از جنگ و ستیز درونی این زن، انگار در درون این زن یک جنگیه بین انسان کهنه و انسان نوین، بین عشق و عقل، بین ایمان و احساسی که تخطئه شده و ضربه خورده. و درست با آیه 25 پیروزی عشق رو بر هر معادله انسانی میبینیم، پیروزی ایمان رو عزیزان بر هر احساس زخمی شده ای میبینیم. تو آیه 25 میگه آن زن آمده او را پرستش کرد.
گفت خداوندا مرا یاری کن، خداوندا مرا یاری کن، از خداوندا پسر داوودا عبور میکنه. لقب یک منجی بود، نیست؟ همه ما میایم اول به صورت منجی او رو میشناسیم، نجات دهنده. انگار در این کش و قوس‌های روحانی، در این آتش‌هایی که به روح و روان این زن خورده، خیلی عمیق‌تر داره عیسی رو میشناسه، از نجات دهنده عبور کرده. اینجا فقط میگه خداوندا، و دیگه دختر حذف شده. عزیزان اهمیت دخترش از بین نرفته ها، فقط انگار دوزاریش افتاده. ببین بهونه است، اصل خودتی. عیسی داره یه کار عظیمی در تو میکنه و وارد یه شناخت عمیق‌تری میشه. خداوند ها، تو خداوندی، تو ادونایی، نه فقط نجات دهنده، تو اولی و تو آخری، تو سروری خداوند، تو فعل و فاعل و قید و صفت و اسم هستی. هر آنچه که نیاز دارم فقط در تو یافت میشه. ای یاور، اسم تو یاوره، پس مرا یاری کن. این همه شناخت عزیزان در کلاس‌های الهیات با تعلیمات صرف از کتاب مقدس به دست نیومده، و که زیر اون همه آتش های تیزاب ها، سکوت های گزنده و درد طرد شدگی که از عیسی و خادمینش تجربه کرده، و همزمان وارد یک پرستش میشه، پرستش عمیق. عزیزان هر دفعه که اینو میبینم حسرت میخورم، میگم کی خداوند، کی خداوند، کی خداوند. ایمان من مثل زن کنعانی میشه، کی اقلا یه روی یک آیه وقتی در این آتش ها میرم حقیقتا ثابت قدم میستم و میگم تو اگه چیزی رو تعلیم دادم، اگه چیزی رو گفتم، اگه فقط یه آیه گفتم که برای آنانی که خدا رو دوست دارن به حسب رضامندی او دعوت شده همه چیزها برای خیریت اونا مبدل نسرین، چرا نمیتونی همین یه آیه رو زندگی کنی در این آتش ها؟ زن کنعانی میاد رو پاهای اون میفته. از اون لفظ پرستش در زبان یونانی به معنی بوسیدن پاهای عیسی است. عیسی تو خونه نبود، تو راه بود، پس حتما اون صندل‌های عزیز او پر از خاک و خل شده بود. به پاهای عیسی میفته، صندل‌ها و پاهای او رو میبوسه. یاد این سرود میفتم که عاشقشم، به پاهای او میفتم، کفش‌هایش رو میبوسم. این عمیق‌ترین نوع پرستشه. این زن تصویری رو در این صحنه به ما میده از آن که عیسی مرکزه، عیسی محوره، همه چیز دور او میچرخه، و این زن وارد یک پرستشی در روح و راستی شده. انگار میگه اصلا مهم نیست چیزی، فقط میخوام رو پاهای تو بیفتم، چون خداوند تو شایسته ای. و عزیزان عیسی مثل چنین پرستندگانی لایق، نه کمتر از این، نه کمتر از این، و هرگز بدون عبور از این آتش ها، از این آزمایش ها، ما به چنین عمقی در پرستش، به چنین بودی نخواهیم رسید. وقتی عیسی مسیح خداوند این پرستش رو میبینه، من احساس میکنم بازم خودم جای عیسی میذارم، انگار دلش آب میشه برای این زن. ولی مثل ما انسان‌ها نیست که با احساس عمل کنه، فقط درون خودش، درون پیشدانی خودش می‌بینه. انگار این پرستش که این زن کرد، این عمقی که او رفت، پس این ظرفیت داره، پس این ظرفیت داره یه لایه دیگه از او برداشته بشه تا طلای ایمان او مصفاتر و درخشانتر دیده بشه. در جواب این پرستش عمیق، عیسی به او میگه نان فرزندان رو گرفتن پیش سگان انداختن روا نیست. اینجا به اون ریشه رفته،
زن رو توهی کرده از هر چه که درون او بود. زن توهی میشه از هر چه که در درونش بوده، از تمام اون پس مونده هایی که مونده بود. عزیزان چقدر عالیه، چقدر عالیه که مشتاق باشیم عیسی مسیح خداوند رو نه به عنوان شبان نیکو فقط که ما رو در مرتهای سبز و آبهای آرام هدایت میکنه بشناسیم، بلکه عیسایی رو بشناسیم که دست ما رو میگیره. اگه به او لبیک بگیم، اگه به او بله بگیم، اگه با اراده آزاد مانع کار او نشیم، دست ما رو میگیره با اون فیض عظیم خودش که قدرتی از درون به ما میده. عزیزان یه قدرتی میده که بتونیم جای پای قدمهای او برداریم، ما رو در مسیری میبره که ما رو در اون اطاعت کاملی که خودش داشت از زمان تولد تا صلیب سهیم کنه، تا ما رو چون خودش پسران و دختران خدا کنه. حالا دیگه این زن نه تنها نالایق بود، نه تنها از کنعان بود، نه تنها هیچ حقوق شهروندی نداشت، بلکه حالا ناپاک بود. و اینجا این زن، عزیزان عاشق این صحنه‌ام و آرزوم یه روزی به اینجا برسم، یک تکون شدید به عیسی مسیح خداوند میده، یه جوری او رو با کلمات خودش به دام میندازه. و عزیزان عیسی عاشق به دام افتادن پیروان حقیقی خودشه، پیروانی که بلدن چطور بهای شاگردی رو با افتخار بدن. آیه 27 میگه بلی ای خداوند، بلی حق با توه، تو حقیقتاً بر حقی. بلی ای خداوند، زیرا سگان نیز از خورده هایی که از سفره اربابشان صاحبشان میریزه میخورند. بله من سگم، اگر من سگم سهم سگان رو به من بده. من خواهش ندارم که دور میز بشینم مثل پسران، من خواهش ندارم که قرص کامل نان رو از دستای تو بگیرم، چند خورده نان کافیه. خداوندو اگه ارباب های زمینی، اگه آقایان زمینی از خورده های تای سفرشون اون سگای کوچیک زیر میز و خوراک میدن، چقدر بیشتر که تو سلطان محبتی و میتونی اون خورده ها رو به من بدی، همون من رو کفایت میکنه. از اون چه کشمکش زیبایی از ایمان، چه تبدیلی از جلال به جلال، چه مبارزه مقدسی زن داره با عیسی مسیح میکنه، چه لحظات مقدس و شکوهمندی. این زن یعقوب عهد جدیده که رو پای عیسی افتاده، دامنش رو گرفته، میگه اگه منو برکت ندی نروم، نروم. در این داستان، در این فقط 7 آیه، از فرایند رشد یک ایماندار رو میبینیم، از زمانی که میاد نزد عیسی مسیح، او رو به عنوان نجات دهنده خودش میشناسه، تا وقتی که در این فرایند سفر طولانی تسلیم، هر لحظه تسلیم، تقدیم، سرسپرده، در اون اطاعت بیچون و چرا، بدون تأخیر، تا در نهایت در این زمانهای آخر که کلیسا باید در اتحاد با مسیح قرار بگیره، لحظه که به سوی او میای، لحظه ای که خودتو به دستای او میذاری، عزیزان او شروع میکنه، هدفی غیر از این نداره عزیزان، که ایمان تو رو که از طلای فانی گرانبهاتره بیازمایه با آتش ها، تا با کامل به کاملیت و زیبایی و فروتنی و اون اقتدار زیبای عیسی مسیح خداوند برسه. او شروع میکنه در ما به بهای هر گونه رنج و سختی
به بهای هر گونه پالایش غیر قابل تصوری. عزیزان هر چند در طول این سفر طولانی ایمانمون تلاش های ضعیف و لرزان میکنیم و او خیلی خوشنوده، او خیلی خوشحاله از اینکه تلاش میکنیم، هرچند به نظر خودمون ضعیف و کوچیکه، مثل اون پدری که بچهش داره تاتی تاتی میکنه، اما اون پدر حکیم مثل خداوند ما عیسی مسیح هرگز هرگز قانع نمیشه تا دختر و پسرش مثل فرزندان بالغ روی پاهای خودشون بیستن. سی اس لوئیس حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه ما تصور میکردیم که میخواد از ما یک کلبه آراسته بسازه، در حالی که او داره از ما قصر میسازه، چون مصممه که بیاد خودش در اون ساکن بشه. اما ما میتونیم با اراده آزاد مانع کار او بشیم، وگرنه او قادر عزیزان از ضعیفترین ما، پسترین ما موجودی الهی بسازه. او قادر از آینه دل ما که خیلی موقع کدر و محوه پالایش بده، سیقل بده، از آتش عبور کنه، تلاش بده تا درخشنده و تابناک بشه، تا عیسی مسیح خداوند از درون ما، از ما مثل یک آینه بتابه. و این روند عزیزان دگرگونی که در ما صورت میگیره خیلی طولانیه و گاهن دردناک، ولی با جرأت میتونم بگم از داستان زن کنعانی میفهمیم که میارزه عزیزان، خیلی میارزه هر چقدر که بها بدیم. آیه 28 میگه ای زن ایمان تو عظیمه، خواهش تو بشود. و همون دم دخترش شفا یافت. عیسی به جای خورده های نان دو قرص کامل نان به این زن داد. اول چی گفت؟ ایمان تو عظیمه. کدوم ایمان؟ عزیزان همون ایمانی که عیسی مسیح خداوند داشت به او هدیه میداد در طول این سفری که داشت روی کار میکرد. چقدر زیباست که خدا وانمود میکنه خیلی موقعا، اندک نیکویی که از ماست مال اوست، ولی یه جوری وانمود میکنه که انگار مال ما بوده از اول. این رحمت و فیض خداست عزیزان، هیچی ما از خودمون نداریم. ای زن ایمان تو عظیمه، کدوم ایمان؟ ایمانی که هدیه عیسی مسیحه، همه چی از اوست. عزیزان اگه اجازه بدیم ایمانی در ما میسازه مثل ایمان خودش و بر حسب خواهش تو بشود، دختر شفا میابه. یه جوری انگار وقتی میگه بر حسب خواهش تو بشود، ببین بگیر این کلید انبار، بر حسب خواهش تو بشه، برو هر چی میخوای بردار. عزیزان پیام خدا امروز برای تو عزیزی که داری میشنوی، برای تویی که داری میبینی از هر گوشه‌ای در این جهان، اینه که خدا میتونه، خدا قادره از بزرگترین مانع‌هایی که الان تو زندگی توه، از بزرگترین گرگورهایی که داری باش سر کله میزنی، ایمانی بالغ و رو به فزاینده رو به تو هدیه بده. ایمانی چون ایمان پسر خدا، ایمانی که بر دنیا غلبه یافت. عزیزان در این زمانها کلیسای خداوند، کلیسای غلبه کننده خداوند در این زمانهای حساس نیاز داره به یه همچین ایمانی. وقتی عیسی رو بیشتر از آبروی خودت میذاری، وقتی عیسی رو بالاتر از خودمحوری ها و منیت های خودت میذاری، وقتی خدا رو بالاتر از آرزوهای خودت میذاری، عزیزان به تجربه میگم خدا همه چیزو نه به کمی، به پوری، با پیمانه پر و لبریز شده در اراده خودش، در زمان خودش، به شیوه خودش، در وقت خودش به پوری به تو خواهد داد. آمین. باور دارید؟ فقط عزیزان کلیسای محبوب خداوند میخوام بهتون بگم در این آخر، عیسی هیچگاه هیچ وقت برای قوم خودش سکوت نمی کنه،
هیچ وقت قوم خودش رو توهین نمی‌کنه، هیچ وقت قوم خودش رو طرد نمی‌کنه. او فقط از این مسائل ظاهری استفاده می‌کنه تا ما رو به شباهت زیبا و قدوس خودش در بیاره، ما رو در ایمانی اقدس جلو جلوتر ببره. سکوت‌های او همه ظاهریه عزیزان، چون او سکوت حقیقی رو تجربه کرد. وقتی که روی صلیب بود تمامی درهای آسمان بسته شده بود، آسمان برای او سکوت کرد، سکوت دردآور پدر رو تجربه کرد. او طرد شدگی رو از طریق شاگردانی که جان خودش رو برای اونا گذاشته بود تا نهایت تجربه کرد. از طریق طبیعت طرد شدگی رو تجربه کرد. خورشید نوشته بر اون نتابید و هیچ شخصی تا به حال مثل او توهین نشده. او رو چیزی بدتر از یه سگ نامیدن، بهش گفتم بلزبول، رئیس شیاطین، پادشاه شیطان ها و او بر روی صلیب ماند عزیزان، جا خالی نکرد تا امروز من و تو فقط از سان سایه‌ای از توهین، سایه‌ای از سکوت، سایه‌ای از طرد شدگی، اونم با فیض عظیمی که در ماست میذاره قبلش، بتونیم جلو بریم و در ایمان با اون متحد بشیم. و دعای قلب کلیسا در این زمانها باید این باشه: خداوندا ایمان مرا افزایش کن تا بتونم در این آتشایی که میاد آزموده شده با سر بلند مثل طلای خالص بیرون بیام. و ما باز هم میگم به عنوان کلیسا نیاز به چنین ایمانی داریم. از یه زاویه دیگه که نگاه میکنم کلیسا رو مثل این داستان زن کنعانی میبینم. کلن میبینم کلیساها در این زمانها چقدر آتش تجربیات داره میسوزه، داره آزموده میشه. کلیساها در این زمانهای آخر، هیچ زمانی مثل این زمان کلیسا در معرض تهاجمات دشمن از بیرون و خارج قرار نگرفته بود. و یکی از این آتشها از این کوید 19 است، بحران کروناست، تمام این اتفاقاتی که هر روز داره به شکل شدیدتری ما داریم میبینیم. دنیا داره به طرف زمانهای آخر حرکت میکنه و چیزی به عنوان بازگشت به اون زمانهای عادی وجود نداره عزیزان. برای ما لاغر به عنوان کلیسا یک راه هست. ما نمیتونیم بازگشت کنیم به عقب، فقط یک راهه که ایمانمون رو حفظ کنیم عزیزان، ایمانمون رو در خداوند تقویت کنیم، در قوت او زورآور بشیم، قوی بشیم. نه فقط قوی بشیم یه برکتی بگیریم، بلکه کلیسا خوانده شده دنیایی که داره رو به هلاکت میره به پادشاهی مقدس عیسی مسیح خداوند منتقل کنه. هر که غالب آید، هر که غالب آید، هر که غالب آید. و ما بدون این ایمان هرگز نمیتونیم در این موج‌های مخالف غالب بیاییم. و همینطور پیامی که امروز برای کسایی که قلبشون رو به عیسی مسیح نسپردن، برای بینندگانی که الان از شبکه‌های مختلف دارن این برنامه رو نگاه میکنن، پیام خدا برای تو اینه در این لحظه. میخوام بگم امروز روز نجاته، امروز روز رهاییه، امروز وقتیه که مهمترین تصمیم زندگی تو بگیری. شاید فقط داری گوش میدی که یکم آرامی بیابی، یکم اطلاع زیاد کنی. شاید پر از فشارهای روحی، تو که اینجا نشستی در مشکلات عدیده داری دست و پنجه نرم میکنی، برای اقامتت در دلشور و استراب هستی. شاید در خانوادت چه مشکلاتی هست که داری باش رو به رو هستی. شاید مثل زن کنعانی دردهای بچه ها داری متحمل میشی. میخوام به تو بگم عیسی میدونه که تمام رنج ها و دردهای تو واقعیه و هرگز خار نمیشموره. اما عیسی مسیح خداوند
اون نیاز اصلی تو رو میبینه، اون روح تشنه تو رو میبینه، اون روح گرسنه تو رو میبینه، تو رو میبینه که تو دنیا به دنبال خورده نانهای آرامش، آرامی و قدری شادی هستی. عیسی مسیح میگه بیا به سمت من، بیا به سمت من، کفاره گناهان خودتو به وسیله صلیب من بپذیر تا در جان خودت آرامی بیابی، تا نان کامل رو دریافت کنی. عیسی نان کامله، آن نان حیاته. عیسی میخواد قبل از این که نیازهایی که تو میبینی به تو بده، اون نیاز و احتیاج درونی تو رو، اون خلأ درونی تو رو که هیچ چیزی نمیتونه پر کنه به تو بده. در این لحظه یک لحظه جاودانی عزیز من، یک لحظه که میتونی، فردایی وجود نداره. به قول عیسی، به قول پولس، استدعا میکنم، پولس میگه التماس میکنم که به رحمتهای خدا با عیسی مسیح در مصالحه و صلح قرار بگیر و کفاره گناهان تو بپذیر، توبه کن، به سوی او بازگشت کن تا این نان حیات رو خودت تجربه کنی، از گناهایی که تو رو درگیر کرده آزاد بشی، تمام آن چیزهایی که درگیرش هستی و دنبالش هستی در عیسی مسیح خداوند مهیا خواهد شد. آمین. در این لحظه میخوام کلیسای خداوند بلند کرده بشه. سر پا بیستین عزیزان، دستای خودمون رو به آسمون بلند کنیم. احساس میکنم روح القدس میخواد دستایی که به سمت او بلند میشه، اون جانهایی که ضعیفه، اون زانوهایی که ضعیفه، اون دستایی که در اثر این آتشهایی که توی زندگی اون اومده افتاده، احساس میکنم روح القدس میخواد چشمای دل ما رو باز کنه که پشت صحنه های زندگیمون رو ببینیم، پشت صحنه های مشکلات رو ببینیم که خدا فعالانه داره تو هر مشکلی که داری باش دست و پنجه نرم میکنی، خدا از اونا میخواد استفاده کنه و تو رو بالا و بالاتر بکشه. دستای خودتو به سمت او بلند کن تا روح القدس اول از همه روح شکرگزاری به تو بده، برای اینکه عیسی نجات دهنده توست، که نه فقط نجات دهنده توست بلکه خداوند توست، بلکه در این زمانها میخواد تو رو در جان خودت قوی کنه که در همین مسیرهایی که آتش مصائب میاد با روح شکرگزاری، پرستش و شناختی عمیق‌تر از خودش پر کنه. در قلب خودت بگو ای خداوند، این چیزهایی که میشنوم زیاده برام بزرگه، من نمیفهمم، من فقط در رنج و آلام و دردم، ضعیفم، ای خداوند من رو قوی بساز، ای خداوند به من قوت بده، در این همه ضعف‌ها من رو توانا ساز تا نه فقط با ایمانی خدش ناپذیر برای تو در این زمانها بیستم، ضعیفان رو بلند کنم، افتادگان رو بلند کنم، خم شدگان رو بلند کنم، چون تو در عیسی مسیح ای خواهر و برادر من موازنه شدی، موازنه شدی از علا، برای اینکه مرمت کننده ی دیوارهای خراب ایران باشی، خانواده خودت باشی. دستای خودتو بلند کن، قوت رو از آسمون بگیر ای خداوند، ای خداوند ایمان ضعیف ما رو قوی کن، زانوهای ضعیف ما رو قوت بده، تو دنبال تو صلیب به دوش با افتخار تو رو پیروی کنیم تا در اثر پاهای استوار ما گمشده های تو که از این گله نیستن و هر روز هزاران نفر به جهنم و هلاکت منتقل میشن، به وسیله ما، آغوش ما، محبت ما، ایمان ما به سوی تو بیان،
ای خداوند ایمان ما رو بیفزا. تو در زمانی که تو میای این ایمانی که تو خودت به ما هدیه دادی باعث جلال تمجید و عزت و اکرام تو بشه، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسای خداوند بگه آمین. خداوند پاک ای سرور آسمانی، توی راستی و حیات، جز تو همه چیز فانی.